روابط آفریقا و اروپا گاهی اوقات دوچاره تنش می شود برای گفتگو درباره این موضوع یکی از چهره های سرشناس موسیقی آفریقا و از شخصیت های برجسته سیاسی سنگال مهمان این برنامه است یوسو اندور خواننده مشهور و وزیر جدید فرهنگ و گردشگری سنگال سلام آقای وزیر سلام بعد از شش ماه آیا حالا عادت کرده اید که شما را آقای وزیر صدا کنم؟ بله، اما مهم این است که چگونه بخواهیم به کشور خود کمک کنیم؟ دقیقا و بسیاری از پرسش هایی هم که برای ما فرستاده شده در همین بار است. با یکی از آنها شروع کنیم. سلام من لامارانا هستم از گینه و در بروکسل زندگی می کنم و این سال من از آقای یوسو اندور من به موسیقی شما گوش میدم و از خودم میپرسم آیا شما پشیمان نیستید که به خاطر سیاست موسیقی را کنار گذاشتید از ماه آوریل گذشته بود که شما این مقام منصوب شدید بله در ماه آوریل بود اما مهمتر این است که چرا من برای خدمت به کشورم به سوی سیاست آمدم و این داستان طولانی است من فکر می‌کنم جوانان به راهنمایی و حمایت احتیاج دارند و باید آنها را در مسائل کشور سهم کنیم من مدت هاست که در این باره فکر می کنم آیا یک لحظه به خود گفتید می خواهم به سنگال کمک کنم؟ بله من همیشه از طریق موسیقی و آواز حرف خود را بیان می کردم فکر می کنم یک موقعی بود که احساس کردم باید این تجربه کوچک را با دیگران تقسیم کنم. خب سال دیگری برای یوسو اندور، اینجا در یورو نیوز. اسم من سارا و از رومانی هستم. آیا شما فکر می کنید موسیقیتان تاثیر بیشتری روی جوانان دارد یا فعالیت سیاسیتان؟ او. تاثیر روی جوانان. نه، من فکر می کنم هر دو تاثیر دارند. به نظر من برای کمک به کشور انسان باید خود را فراموش کند اما موزیک هم بخشی از این کشور است شخصا مسائل را این گونه می بینم و واقعا احساس می کنم که سهمم را برای کمک به کشور ادا می کنم یک سال دیگر نام من سارا و بلژیکی هستم. به نظر شما روابط اروپا و آفریقا در مورد کمک های انسان دوستانه و در دراز مدت چگونه خواهد بود؟ به نظر من از نقطه نظر انسانی همه باید به یکدیگر احترام بگذاریم در مورد روابط با آفریقا همانطور که میبینید امروز چین در حال افزایش مبادلت خود با آفریقا است قربی ها بودجه بسیار زیادی را به ما اهدا میکنند. اما باید تعادلی به وجود بیاوریم اتفاقا مشکلات زیادی داریم و بحث داخلی روز به روز حفظش دارن با این حال شما هنوز هزینه بالایی صرف میکنید چون ما توانایی لازم برای تأمین مالی بسیاری از مسائل را نداریم اما من فکر میکنم روابط اروپا و آفریقا باید تعادل پیدا کنند هنگامی که از ما میپرسند به چه چیزی احتیاج داریم ما در پاسخ نیازهایمان را فهرست میکنیم به نظر من اینجاست که اروپا می تواند ما را همراهی کند اما باید برخورد های دیکتاتوروار را کنار بگذارد این رویه دیگر با افکار ما سازگار نیست اما سال هاست که با ما به این نحو عمل می کنند آیا حضور چین و سرمایه گذاری های آن یک تهدید است؟ نه خیر همانطور که گفتم چین یا بهتر است بگویم آسیا موندمان... از ما میپرسد به چه چیزی احتیاج داریم و سپس با توجه به آن نیازها اقدام میکنند باید به روابط اروپا و آفریقا تعادل ببخشیم و به اروپایی ها هم بگوییم ببینید آفریقا در انتظار چیست یوسو اندور به سوالات شما پاسخ میدهد آقای اندور برای این شش ماه اول حضور در دولت سنگال به شما تبریک می گویم و برای تان آرزوی موفقیت دارم چه نگرانی هایی در مورد کشور مالی دارید و آیا فکر می کنید که مالی اروپا و کشورهای غربی باید زودتر موازه تونتری اتخاذ می کردند؟ باید این نکته را در چارچوب خود قرار دهیم به عنوان یک مسئول در زمینه فرهنگی و گردشگری من همیشه از گفتگو در آفریقا حمایت کردم به محض اینکه جنگ آغاز شد آقای رئیس جمهور امور ماکیسال از ما خواست با همکاران و همپایه های خود در زمینه فرهنگ گفتگو کنیم. Prendre notre bâton de pèlerin, parler avec nos homologues de la culture در آفریقا ما اساسا به گفتگو باور داریم <applause> می دانید که حتی قبل از دوران استعمار ما منشور ماندن را داشتیم که در قرن سیزده هام نوشته شده پس ما مدافع گفتگو هستیم من هم در حال تماس با دیگر وزرای و فرهنگ در آفریقا هستم تا همه یک صدا باشیم و مردم را مطلع کنیم به نظر من این تلاش ها کمک خواهد کرد تا بهتر یکدیگر را درک کنیم در هر صورت ما به گفتگو اعتقاد داریم و تلاش خواهیم کرد تا همه با یکدیگر صحبت کنند یک سال دیگر برای یوسو اندور اینجا در یارو بزوری سلام, سلام. یوسف اندور من جاماری از بروکسل هستم میخواهم بدانم نظر شما در مورد سیاست آمریکا در آفریقا چیست و یا شما در انتخابات 2012 آمریکا طرفدار اوباما هستید یا رامنی او رامنی در انتخابات آمریکا در 2012 به این نکته پاسخ می دهید؟ نه، نمی توانم در این مورد صحبت کنم چون من به عنوان یک وزیر سنگالی اینجا هستم و دیدگاه سنگال امر بسیار مهمی است. ما در سیاست داخلی یا در مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا شرکت نمی کنیم. خب یک نفر رو ترجیح می دهید یا نه؟ من نمی توانم در این باره صحبت کنم. ایالات متحده آمریکا یکی از شرکای بسیار مهم ماست و امیدواریم که ایالات متحده همچنان قوی باقی بماند و از روابط متعادل بین آفریقا و آمریکا دفاع کند. مسائل بسیاری برای گفتن داریم اما اینجا زمان زیادی برای آن نیست و امیدوارم که نامزدها در این انتخابات از آفریقا صحبت کنند و درباره تجدید روابط بین آفریقا و ایالات متحده آمریکا بیشتر فکر کنند و حالا سال آخر برای یوسو اندور سلام کنزا هستم از بریتانیا یوسوندور برای کودکان محروم آفریقایی چه کاری میتواند انجام دهد؟ یک پاسخ کوتاه برای این سوال مهم. بله پاسخ در تعهد من است. همانطور که گفتم کودکان و جوانان به نظارت احتیاج دارند. جوانان نیاز به آگاهی دارند و باید نظر آنها را بخواهیم و از کودکان هم باید محافظت و حمایت کنیم. در این راستا ما هر روز با وزارت های مربوط به کودکان و جوانان در تماس هستیم و البته با در نظر گرفتن دیدگاه رئیس جمهور و نخست وزیر سعی داریم به جوانان امید بدهیم و به ویژه به آموزش آنها می پردازیم. به نظر من آموزش یکی از نکته های اساسی است و از سوی دیگر نباید فرهنگ و ریشه را فراموش کنیم اگر در آینده پست وزارت را ترک کنید آیا می توانید به راحتی به موسیقی برگردید؟ من هنوز هم عاشق موسیقی هستم امروز موسیقی در کاری که انجام می دهم وجود دارد من آهنگ های بسیاری را اجرا کردم که حاکمان را خطاب قرار میداد یا با مردم صحبت میکرد. کرد آهنگ های من همچنان شور و شوقی را بیان می کنند که در من است هر بار که زمانی پیدا کنم موسیقی انجام خواهم داد اما امروز روی توسعه سنگال متمرکز هستم که سرزمین ترانگا است ترانگای سنگال یعنی مهمان نوازی سنگال را سرزمین ترانگا می نامیدند شیرهای ترانگا اگر هنوز از سنگال بازدید نکرده اید از شما دعوت می کنم هر چه زودتر این کار را بکنید و خودتان خواهید دید که این کشوری زیباست و از شما استقبال خواهد کرد من چند بار به این کشور رفتم و حرف شما را تایید می کنم. یوسو اندور از شما متشکرم که به پرسش های برنامه سخن من پاسخ دادید تا برنامه آینده به امید دیدار دیگر در اینجا در پارلمان اروپا در بروکسل.